به نام خدا. جلسه 13 از درس محاسبات عددی رو در خدمت شما هستیم. مباحثی که تو این جلسه داریم، تو جلسه قبل ما اومدیم راجع به در واقع روش های انتگرال گیری صحبت کردیم، روش های مشتق گیری صحبت کردیم. حالا این جلسه میخواییم بیاییم راجع به روش های انتگرال گیری صحبت بکنیم. پس عنوانی که داریم انتگرال گیری عددیه. بچه، این روش انتگرال گیری عددی خیلی اهمیت بیشتری داره از اون قسمت مشتق، به این دلیل که اولا توی نرم افزارهای مختلفی مثل آباکوس و انسیس ما از این روش انتگرال گیری برای حل مسائل مختلف استفاده میکنیم، و اینکه ما تسلط داشته باشیم که چه اتفاقی داره داخل نرم افزار میفته کاملا به این بستگی داره که ببینیم که تئوریش چیه. تئوریاش هم که اینجا حالا ما میخواییم تا یه حدی برای شما بازش بکنیم، بنابراین اهمیت خیلی زیادی داره این قسمت. همینطور حالا کل تئوریایی که پشت سر این روش انتگرال گیری هست و یه کوچولو با هم بحث بکنیم. همینطور که میدونین ما اگر یه منحنی yx داشته باشیم و من یه چنین منحنی اینجا داشته باشم از A تا B، این باشه fx، این منحنی من باشه و من بخوام این انتگرال حساب کنم، انتگرال A تا B fx dx رو اگه من بخوام حساب کنم باید چیکار کنم؟ خب این انتگرال همونطور که میدونیم میشه مساحتی که زیر این منحنی هست. خب حالا ما بعد این مساحت زیر منحنی رو بتونیم به یه روشی حساب کنیم. روشی که میام در واقع متداول هست و میاد این کارو میکنه، میاد میگه که من وقتی میخوام اینو حساب کنم، خب میام یه کاری میکنم، میام اینو به یه سری بازه تقسیم میکنم، مثلا این و معمولا هم سعی میشه که بازه ها چی باشه؟ مساوی باشه. فرض کنیم هر کدوم از اینا یه دلتا ایکسی باشن، ما اینا رو تقسیم میکنیم و هدف اینه که بیایم این مساحت رو چیکار کنیم؟ محاسبه کنیم. خب مگه بتونم این مساحت رو حساب کنم که حالا مثلا اسمش رو میذارم DA، با ترکیب با جمع کردن DA های مختلف، مثلا من میذارم DA یون، این باشه XA نقطه من، یکی باشه نقطه XA به اضافه یک. من اگر بتونم این مساحت رو حساب بکنم با جمع کردن اینا میتونم انتگرال رو حساب بکنم. حالا اینکه روش های مختلفی ما داریم برای اینکه بتونیم این مساحت رو حساب بکنیم. خب از کل کاری که ما میخواییم انجام بدیم مشخص شد. اولین روشی که استفاده میشه روش زوزنقه‌ایه. تو این روش ما میایم این منحنی که اینجا داشتیم و این منحنی که ما اینجا داشتیم و چیکار میکنیم؟ یه زوزنقه اینجا تشکیل میدیم. به عنوان مثال من اینو این طرف یه بار دیگه برای شما میکشمش. من شکلی که دارم این بود دیگه. به عنوان مثال حالا یه مداری بزرگترم باشه. و این هم یه قسمتی از منحنی، مثلا فرض کنی این
این همین تابع چی مونه؟ اف ایکس. ما میخوایم این مساحت رو بیایم حساب کنیم. خب تو روش زوزنقه میام میگه که باشه، شما از ایکس آی تا ایکس آی به اضافه یک رو داری اینجا، عرض به خدمت شما، اینو میخوای حساب بکن. میام میگه که شما بیا از اینجا اینو به این چیکار کن؟ وصل. خب قاعدتا وقتی ما اینو به این وصل بکنیم، چیزی که اینجا داریم الان چیه؟ این اگه ایکس آی باشه این هم میشه اف آی دیگه، اگر ایکس آی به اضافه یک باشه این هم میشه آی به اضافه یک. حالا باید این مساحت رو چیکار کنیم؟ حساب کنیم. این مساحت رو من باید چیکار کنم الان؟ حساب کنم. مساحت سبز رنگ رو ما باید چیکار کنیم؟ حساب کنیم. خب مساحت زوزنقه رو که میدونیم دیگه، حالا اسمش رو میذارم در واقع چیزی که میخوایم حساب کنیم. الان من در واقع میام یه انتگرال حساب میکنم. من میام میگم انتگرال ایکس آی تا ایکس آی به اضافه یک اف ایکس دی ایکس، میگم این تقریبا برابر با همین دی آی ماست، تقریبا درسته. یاله دی آی که ما میخوایم اینجا حتی اجازه بدین این ور ننویسیم، این ور بنویسیم. پس دی آی من، دی آی من مساویسه با این مقدار. خب اینو که من میخوام حساب کنم، ببینین فاصله های این دلتا ایکس ها رو معمولا با اش نشونش میدن و تعداد تقسیم هایی که اینجا هم میشه با ان. بنابراین ما همیشه یه رابطه اینجا خواهیم داشت. رابطه که داریم چیه؟ رابطه که داریم اینه که اچ یعنی این بازه های من، این الان اچ، اچ بازه های من برابر با بی منهای آ تقسیم بر ان. این چیه؟ تعداد تقسیمات. هیچ تعداد تقسیمات. بنابراین مساحت اگه بخوام حساب کنم الان این فاصله چقدر؟ اچ دیگه، درسته؟ خب این مساحت زوزنقه میشه چی؟ میشه قاعده کوچیک به اضافه قاعده بزرگ تقسیم بر دو ضرب در ارتفاع که چیه؟ اچ. بنابراین این برابر خواهد بود با اچ دوم اف آی به اضافه اف آی به اضافه یک اف آی به اضافه اف آی به اضافه یک اف آی، اف آی به اضافه اف آی به اضافه یک تقسیم بر دو، پس میشه اش دوم اف آی به اضافه اف آی به اضافه تقسیم اف آی به اضافه یک همینه، اف آی اینه، این ارتفاع است، اینم که آی به اضافه یک. مساحت زوزنقه است که دو تا رو جمع میکنید تقسیم بر دو ضرب در ارتفاع میکنه که اچ. این میشه مساحت یه دونه از اینا، میشه یه دونه دی آی ها، درسته؟ خب اگه من بخوام اینو کلش رو حساب کنم، اگه بخوام کل مساحت رو حساب کنم، حالا اگه برنامه‌نویس کامپیوتر خوب مسلط باشی دیگه از اینجا بعدش خیلی راحته. شما کافی اینو بذارید توی حلقه n، چون n تا سیگه n بار اینو حساب کنیم، فقط هر بار آی آی به اضافه که چیکار کنیم؟ جمع کنیم با یه حلقه خیلی ساده فوری شما میتونی برنامه رو بنویسی. حالا یه مقداری بیایم در واقع به عددی نزدیکترش بکنیم که کارمون اگر بخواد راحت‌تر بشه. میام اینو میگم که من از آ تا بی میخوام انتگرال حساب کنم. اف ایکس دی ایکس، میگم این برابره با ایکس صفر تا ایکس یک، درسته؟ اف ایکس دی ایکس یعنی این اولی، این اولی، اولین زوزنقه ایکس در واقع صفر تا ایکس یک، بعد یک تا دو، دو تا سه، سه تا چهار تا ان، بعد این رو با هم جمع میکنم میشه این. حالا به اضافه این انتگرال ایکس یک به اضافه ایکس دو اف ایکس دی ایکس، همینجوری من باید جمع کنم تا برسم به ان منهای یک.
این میشه مقدار انتگرالی که من داشتم. حالا اگه تک تک اینا رو جایگذاری کنیم، حتی میگم اگر اون برنامه نویسش تسلط داشته باشه تا اینجا دیگه برای ما کفایت میکنه. از اینجا به بعد این مقدار ساده سازی مسئله است. حالا میاد اینجا یکی یکی جایگذاری میکنه، به جای x0 میذاره f0، به جای x1 میذاره در واقع یه آی میذاره 1 2 3، همینجوری اینا رو مینویسه. و اگر ما اینو اینجوری بنویسیم این برابر میشه با h دوم f0 به اضافه f1، درسته؟ این مقدار اولی است، به اضافه h2 در f1 به اضافه f2 به اضافه همینجوری تا h دوم f n منهای 1 با f n، جمع اینا همه با هم. در نهایت اگر فاکتور بگیریم به این نتیجه ما میرسیم، میشه انتگرال a تا b f x d x برابر با، من اسمشو میذارم t، چه تابعی از h، a میتونستیم بگیریم t h که برابر با h دوم. اینجا نگاه کنید، یه f صفر اینجا داری، یه f1 یه f1 میشه دوتا f1، دوباره یه f2 اینجا داری، یه f2 اینجا میشه دوتا f2، همینجوری فقط fn و f0 ضریبشون یک میشه، بقیه ضریبا چند میشن؟ دو میشن. f0 به اضافه 2f1 2f2 تا 2fn منهای 1 تا fn. این میشه رابطه در واقع روش زوزنقی. عرض کردم خدمتتون اگر برنامه نویسی و بخوایم مستقیم بنویسی از همین روش استفاده کنیم خیلی راحت تریم. یه آی میذاریم و مسئله رو حل میکنیم. حالا این هم اقلا همونه دیگه، این هم در واقع یه جورایی همونه. البته اینو بخوایم به روش عرض به خدمت شما کامپیوتری هم، البته اینم رای خودش رو دارو کشد بشه از این روش هم استفاده کرد. و مقداری که میخواییم حساب کرد مخصوصا توی مطلب حتی بشه بدون حلقه فور هم اینو میشه نوش. حالا الان راجب تک تکشون یه توضیح خدمتتون عرض میکنم. پس روابطی که ما داریم یه دونش میشه این که اهمیت داره، یکیش هم میشه حالا فرض کنید این رو ما بخواییم به صورت حتی اینا جده تمرین هایی که باید بنویسیم، من فقط توضیح کوچیکی راجع بهش میدم. شما وقتی میخواید انتگرال گیری رو حساب کنی کافیه که یه فانکشن تعریف کنی که مقدار f تو حساب کنی، هیچ یه تابع، هر تابعی که میخواید انتگرالش رو حساب کنی یه فانکشن براش مینویسی، فرض میکنی که x رو بهش بدی f x رو بهت میده، بعد اینو میاری میذاری داخل یه حلقه اونو و با دلتا i که میخوای اضافه میکنی. خب پس اگر اینجا بخوای با این روش اول بری، من فقط یه خلاصه به صورت خیلی خلاصه اینجا می نویسم دیگه، الان بقیهش با خودتون جایی اگه بخوای بنویسی براش. ببین اون بالاش که CRC کلیر و کلوزین کار نداره، من فقط دیگه یه حلقه می خوام فور آی از یک تا چی ام، درسته؟ حالا یه دونه دی آی داریم که دی آی اول من برابر با این بالا، فقط باید حواسم باشه من مثلا میگم دی آی اصلا به خاطر یه ساده تر باشه میشه بدون دی آی نوشت. شما یه حلقه میذاری اینجا میگی S برابر با S به اضافه، فقط حواستون باشه قبلا یه S اینجا صفر داده باشه، میشه S به اضافه S. خب همین رابطه که اینجا داری، H هم که قبلا بهش دادی H دوم در مثلا اسم تابع تابع یکی هم میگی my fun در واقع
ایکس آیوم، این میره ایکس آیوم حساب میکنه، این کلش میشه چی؟ اف آی به اضافه مایفان ایکس آی به اضافه یک. خب این یه حلقه یه میفته و تکرار میکنه و اندو اند میکنه، میده در نهایت اس رو به ما میده. خب این یه روش که عرض کردم خدمتتون، فقط دیگه واسه بشه تا ان تا نمیده، تا ان منهای یک میده، یعنی از یک شروع کنیم چه ان منهای یکمی دیگه، ان منهای یکمی خود به خود اینو پوشش میده، بنابراین حلقمون از یک میشه تا ان منهای یک. به همین سادگی با این حلقه کوچولی که اینجا نوشتیم میتونیم تابه رو پیدا بکنیم. خب این روش اول بود. یه روش دیگه میتونه به صورت برداری حساب کنه. نگاه کنیم، اینو توضیحشو میدم، حالا اگه این موقع خودتون خواستیم دوست داشتیم بنویسیم. نگاه کنیم، اینو میشه مثل بردار نوشت دیگه، درسته؟ اینو میشه برداری نوشت، منتهی برداره رو یه مقداری شاید تولید کردنش کار سختی باشه، حتی سخت هم نیست اگه بخوایم میتونیم. ببین اینو میشه مثل ضرب ماتریس نوشت. من میام میگم که یه افی رو برابر با مای فان ایکس قرار میدم، ایکس بردارم، ایکس آی رو میدم، کل اف رو میگیرم. خب حالا که کل اف رو گرفتم، یعنی الان من کل اف رو گرفتم، خود اف میشه یه مادریسی. حالا برای مساحت آ میتونم بگم همین مادریس افی که من دارم با یه ضریبی اچ دوم ضرب داره. ببین یه مادریس اینجوری باید تولید کنی که اولیش یک باشه بقیهش دو باشه. این الگوریتماش رو بهتون گفتم چجوری میشه تولید کرد، یعنی اولیش یک، وسطا دو، دوباره آخری یک. کافیه که این مادریس رو، یعنی این مادریس یک در چند n، اینو من بیام ضرب کنم در چی؟ در ترانهاده f. این باید ضرب بشه در ترانهاده چی؟ f. اگه من اینو در ترانهادهش نکنم، ببین یکش یک میاد در این ضرب میشه، دو در این ضرب میشه، سه در این ضرب میشه و کاملا با هم جمع میشه. اگه این مادریسیش رو بفهمید دیگه نیازی هم به حلقه نداره. پس این دو تا روشی بود که عرض کردم خدمتتون، حتما دو تا روشش هم به عنوان تمرین برای جلسه بعد بنویسین که و برام ارسال کنین. نتایجم اینا تو یه جا باشه بتونیم با هم مقایسه بکنیم. حتی بحث اون یکی شروع نکردم اش به این روش زوزنقی تو خاطرم. ترابزوید هم به این میگن، ترابزوید روش زوزنقه‌ای. روش بعدی که در واقع داریم روش برای انتگرالگیری عددی، روش سیمسون هستش. خب تو روش سیمسون دقیقا شبیه همون روشی بود که اونجا انجام دادیم، فقط تفاوتی داره. من با چه رنگی کشیدم؟ با رنگ قرمز برای شما کشید. ببین فرض کن اونجا خط رد میکرد از دو نقطه. ببین اینجا آمدین اونجوری فرض کرد یه خطی از این رد کرد. تو این روش میاد دوتا رو میگیره، منتها یه منحنی درجه دو رد میکنه. دوباره از این دوتا یه منحنی درجه دو، از دوتایی که نجیه منحنی درجه دو، دوتایی که اینجا یه منحنی درجه دو و مساحت اون رو حساب میکنه. این روشی ما داری چون بقدر انحنایی که داره دقتش هم بالاتره. خب حالا تئوریشو ببینین. خب فرض کنیم که تابع fx ما اینجوری از این رد شده. خب تابع fx ما اینجوری از این رد شده، این تابع fx. ما میایم میگیم چی؟ ما میایم میگیم که این الان x آی، این آی به اضافه 1، این آی به اضافه 2، این تابع f آی، این آی به اضافه 1، اینم آی به اضافه 2. تو این روش میاد ببین از این سه تا یه دونه منحنی درجه دو رد میکنه. حالا با توجه به
امکانی که هست این میشه منحنی درجه دو، این سبز رنگه، یعنی ایگره برابر با آیکس دو بی ایکس به اضافه سی. و خب از این نقطه چیکار میکنه؟ از این سه تا نقطه رد میکنه. سه تا نقطه داری دیگه، سه تا ای و بی و سی ثابت داری، میتونی بذاری خود منحنی رو چیکار کنی پیدا کن. بعد که اینو پیدا کردی بیای انتگرال ازش بگیری، یعنی از این منحنیت. خب از این منحنی، یعنی اینجوری شده در واقع اصل کار ما، در واقع انتگرال ایکس آی تا آی به اضافه دو اف ایکس دی ایکس سو با این تقریب زده، تقریب زده با اون انتگرالی که اونجا نوشته، آی ایکس دو بی ایکس به اضافه سی دی ایکس ایکس آی تا آی به اضافه دو. دقت کردیم تا ای و بی و سی رو باید بیان خودمون پیدا کنیم، یعنی یه بار ایکس آی میدی یه بار ایکس آی به اضافه، چون اینا رو ما داریم دیگه، یعنی وقتی میگه پیدا کنیم ما این نقاط رو چی داریم. حالا اینا رو که پیدا کردیم ای و بی و سی پیدا میشه، بعد از این چیکار میکنی؟ انتگرال بگیریم. خب اگر ما از انتگرال بگیریم و ساده کنیم، بچه ما این اگر انتگرال بگیریم و ساده کنیم میرسه به این که اگر ما این انتگرال بگیریم ساده کنیم و آی بی و سی هم مشخص باشه، میشه اچ سوم اف آی به اضافه چهار تا اف آی به اضافه یک به اضافه اف آی به اضافه دو. این میشه در واقع اینمون اینجوری، این به این خط میشه. حالا دوباره مثل قبلیه، منتها این دفعه با گام بزرگتری حرکت میکنیم. این دوتا رو حالا با هم جمع کن، این دوتا رو با هم جمع کن. یعنی چی؟ یعنی اینجوری میگی از ایکس صفر تا ایکس ان میشه اف ایکس دی ایکس برابر به ایکس صفر ایکس دو f x دی x به اضافه انتگرال x 2 تا x 4 f x دی x. دقت کردین داره دو تا دو تا حرکت میکنه. حالا مثلا از x 1 از x 0 تا 2 بعد از 2 تا 4 اینجوری. به اضافه انتگرال x 4 تا x 6 f x دی ایکس تا در نهایت میشه ان منهای دو تا ایکس ان اف ایکس دی ایکس. سوالی هم که ممکنه پیش بیاد اینه که ما تعداد تقسیم اینجا دیگه حواسمون باشه حتما چی باشه؟ زوج باشه. یعنی وقتی داری برنامه رو مینویسی اینو حتما زوج بدین که بتونی از این استفاده بکنی. خب بچه اگه این کار رو بکنیم، حالا نگاه کن، اولی میشه چی؟ اولی میشه f0 به اضافه 4 تا f1 دقیق به اضافه f2 به اضافه h7. حالا این دفعه میشه f1 به اضافه 4 تا f2 درست. این بین صفر و دو بود، اون بین دو و چاره دیگه. اگه بین دو و چار باشه یکی یه دونه میشه F2 به اضافه چهار تا F3 به اضافه F4، همین جوری جمع کن دیگه تا H3 میشه Fn منهای دو به اضافه 3 تا Fn منهای یک به اضافه Fn اف ان من های دو ان من های یک اف ان. خب همه اینا رو اگر ما ساده کنیم برابر میشه با، پس میشه ایکس ان تا ایکس ان اف ایکس دی ایکس. حالا من اسمش میذارم با اسم زمان سیمسون، اونه ما اچ گذاشتیم تی گذاشتیم به عنوان زوزنه غیر، میشه اچ سوم در F0 به اضافه 4 تا F1
دو تا اف دو، ببین یه اف دو اینجا داری، یه اف دو هم اینجا، چه دو تا از چهار، دو دوباره چهار، دو اضافه چهار اف سه الا آخر، تا آخرش میشه دو تا اف ان من های دو به اضافه چهار تا اف ان من های یک به اضافه اف ان. این میشه روش چی؟ در واقع سیمسون. حالا مثل قبلیه، اگه خواستی از این روش میری برای برنامهش که بعد یه حلقه بنویسی دوباره، که این دفعه اینجا دوتا دوتا حرکت کنه حلقت، یعنی در واقع گام دوتایی میشه دیگه، یعنی میشه یه بار میشه مثلا صفر یک دو، بعد این دفعه گام دوتا میشه دو سه اینجوری، یا نه مثل قبلی اینو دوباره برداری بنویسی، برداری یک چهار دو چهار همینجوری باشه، اولی آخر یک، بعد چهار دو چهار دو چهار دو تا آخر. تا آخر بعد اونو ضرب کنی دیگه، یعنی همین چیزی که این روش که اینجا توضیح دادم. اون دفعه دیگه این مادریست فقط تغییر میکنه. پس اینم یه روش، اینم دو روش برای همون روش سیمسون. میتونی شما هم تکرار گیری انجام بدی. انگلیسی هم اینجا بنویسم یه موقع خواستین سرچ بزنیم سیمسون متد. روش سیمسون.